با درود و سلام خدمت شما عزیزان بیننده، در برنامه قهرمانان ایمان در خدمت شما عزیزان هستیم. خیلی خوشحالم که میتونم در یک برنامه دیگه همراه شما عزیزان باشم و با هم دیگه بتونیم قسمت‌هایی از کلام خدا رو با هم دیگه در میون بگذاریم. خیلی خوشحال میشم که بتونم امروز یک قهرمان دیگه ای رو از کتاب مقدس به شما در ایمان خودش به شما معرفی کنم. در این برنامه‌هایی که ما با هم دیگه داشتیم تا به حال، ما از نمونه‌های کتاب مقدسی کسایی که قهرمان ایمان بودن و این برنامه برای خودش انتخاب کرده این قهرمانان رو در لیست خودش قرار داده و میخواد که به ما کمک کنه که توی زندگی ایمانی خودمون با استفاده از هر کدوم از این نمونه‌های کتاب مقدسی در ایمان خودمون، در اینکه پیروی کنیم عیسی مسیح رو تداوم داشته باشه ایمان ما و تا به آخر بایستیم. خیلی خوشحال میشم که امروز یک قهرمان دیگر رو به شما معرفی کنم، ولی خب موضوعی رو که این درس یا این برنامه دنبال میکنه موضوع سپردن ایمان هست. اینکه ما چطور بسپریم زندگی خودمون رو با ایمان به دستهای او. میخوام از کتاب مزامیر مزمور 37 آیه 5 رو برای شما عزیزان قرائت کنم که آیه کلیدی درس هست. میفرماید که طریق خود را به خداوند بسپار و بر وی توکل کن که آن را انجام خواهد داد. طریق خودت رو به خداوند بسپار، بر اون توکل کن که اون رو شاید انجام خواهد داد. آره؟ نه، میگه اون رو انجام خواهد داد. شاید و انشاءالله اینا ما نداریم. کتاب مقدس بلی بلیه، خیرم خیره. عیسی مسیح به شاگردای خودش آموزش میده، میگه که بلی شما بلی باشد و نه شما نه باشد. کتاب مقدس ما رو روی هوا و یک بام و دو هوا نگه نمیداره، بلکه او میگه که من انجام میدم، تو بسپر من برات انجام میدم. البته توی دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم، اعتماد کردن به همدیگه، به دیگران، کار زیاد ساده ای نیست. عزیزان این که هستن زندگی های خودشون رو به دیگران میسپارند. من کسی رو میشناختم که تمام مایملک خودش رو فروخته بود که بتونه از کشوری که توش زندگی میکنه بره و اقامت یک کشور اروپایی یا امریکایی رو بگیره، و همه اموالش رو یک نفر بهش گفته بود که پولات رو بده به من، من تو رو کمکت میکنم تا از اونجایی که الان توش هستی بری یه جایی بهشت، نمیدونی چه بهشتی، و من تو رو میبرم به اونجا، نگران نباش. این هم تمام زندگی خودش رو، هر چی که داشت و نداشت، فروخت و پول کرد و تبدیل به ارز کرد و داد دست اون آقایی که با دست و زبان فارسی امروزه روی مخ او را رفته بود، و او همه زندگیش رو فروخت و پول کرد و داد به این آقا. ایشون هم رفت و این پولها رو خورد و یه آبم روی اون پولها. دنیایی که ما توش زندگی میکنیم به این شکل، نمیشه به افراد اعتماد کرد. هر چیز رو که به دیگری بسپری ممکنه یه روز اون رو از دست بدی. پس من به کی اعتماد کنم تو این دنیایی که دارم زندگی میکنم؟ به کی میشه اعتماد کرد؟ به هر کی میگی آقا این حرف رو، مثلا من یک حرفی دارم، یک رازی توی دلم دارم، نمیخوام کسی بفهمه، به کسی نگی. آقا بعد میگه باشه، نمیگم، خیالت راحت باشه، تو دوست منی، من هرگز نمیگم. بعد شروع میکنه قلبش باز کردن و اون چیزی که تو دلشه به اون طرف میگه، و اون شخص که از این آقا یا از این خانم شنیده، ایشون هم یه دوست صمیمی داره و ایشون هم میره پیش دوست صمیمی خودش، میگه شنیدی؟ میگه چیه؟ میگه آره، این رضایی که من میشناسم
یه چیزی رو به من گفت، گفت البته نباید به کسی بگم، منم بهش قول دادم که نگم، ولی فقط به تو میگم چون تو دوست صمیمی من هستی، ولی باید تو هم قول بدی که به هیچ کس نگی. اونم میشنوه، میگه قول میدم نمیگم به کسی، و گوش میده. به همین شکل ایشونم نفر سوم هم یه دوست صمیمی داره که این راز آقای رضا رو شنیده و میره به یک نفر دیگه، به دوست صمیمی خودش میگه. و دوستای صمیمی همه خبردار میشن، همه محیطی که اونجا بودن توی زندگی میکرده این شخص راز آقای رضا رو شنیدن. به این شکلی که ما نمیتونیم چیزهایی که توی قلبمون داریم با دیگران راحت درمیون بگذاریم، سپرده های خودمون رو، حساب های خودمون رو، اموال خودمون رو، زندگی خودمون رو نمیتونیم به هر کسی بدیم. شاید یکی از عمترین راه هایی که برای سپردن حساب های مالی ما وجود داره بانکه. بانک ها جاهایی هستن که افراد اعتماد میکنن و خب اموال خودشون رو میسپرن تا بلکه از اون طریق حتی سودی رو هم حاصل بکنن و به دست بیارن. خب البته هستن جاهایی که الان دیگه بانک ها هم اعتمادی بهشون نیست بماند، ولی کن هیچ بانکی توی دنیایی که ما توی زندگی میکنیم وجود نداره که ما بتونیم زندگی خودمون رو بسپریم توی اون بانک که به ما یه گارانتی بده، یک اطمینانی رو به ما بده که من زندگی تو رو حفظ میکنم با سود، با بهره. من میخوام که از شما یک بار دیگه این مزمور 37 آیه 5 رو با هم دیگه بخونیم، ببینیم چی میگه این آیه. طریق خود را به خداوند بسپار و بر وی توکل کن که آن را انجام خواهد داد. او شخصیه که در زندگی من و شما وعده میده، میگه که اون راه و روشی رو که انتخاب کردی تو زندگیت و داری میری، اون طریق خودت رو به من بده، بسپرش به من و من اون طریق تو رو، اون چیزی که توی دل تو هست رو، اون کاری رو که باید تو زندگی تو انجام بشه رو، من اون رو انجام میدم. در امثال فصل 3 آیات 5 تا 6 میخونیم که به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و به عقل خود تکیه نکن، در تمامی راه‌های خود او را بشناس که او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. آنچه که در این برنامه می‌خوام دنبال کنیم و پس سپردن هست. شما دوست عزیز چطور زندگی خودتون، اموالتون، بچه‌هاتون، امنیتتون رو به خدا، به کسی که داره از شما دعوت میکنه که به من توکل کنید، به من اعتماد کنید، به اون میسپارید؟ توی دنیایی که پر از نگرانی هست، نگرانی برای پول، ترس از دست دادن، ترس از اینکه آی بچه من چی شد، و خیلی ترس ها توی زندگی های ما هست که مبادا اون سرمایه های خودمون از دست بدیم. شما دوست عزیز چطور توی زندگی خودتون جایی رو پیدا میکنید که همه چیز رو بسپرید به اونجا، واگذار کنید؟ در بخش بعدی ادامه میدیم، ببینیم که کجا هست که ما میتونیم به اون اعتماد کنیم و زندگیمون رو به اون بسپاریم. با ما همراه باشید. بله دوستان عزیز، در برنامه قهرمانان ایمان در خدمت شما عزیزان هستیم، عزیزانی که شاید همین الان کانال خودتون رو باز کردید یا تلویزیون رو روشن کردید. در این برنامه داریم از نمونه‌های کتاب مقدسی برای اینکه ما در ادامه ایمان خودمون محکمتر و استوارتر گام برداریم و سلوک کنیم
استفاده میکنیم تا ایمان ما تداوم پیدا بکنه و مسکوت یا بسته یا استاب نشه، متوقف نشه. در این برنامه در رابطه با این صحبت میکنیم که ما چطور باید زندگی خودمون رو به او بسپاریم، زندگی که ما داریم در هر گوشه و کنار اون. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نیاز داریم که اون قسمت رو بسپاریم به خدا، برای اینکه ما نمیتونیم در همه جا حاضر باشیم، نمیتونیم خیلی از چیزها رو توی زندگی خودمون حفظ کنیم و نمیتونیم از اونها مراقبت کنیم، از اموالمون، از بچه هامون، از خیلی چیزهای دیگه. ما باید اونها رو بسپاریم. ولی به دست کی باید بدیم؟ به دست چه کسی باید اونها رو بسپاریم؟ سپردن ایمان مطلبیه که تو این درس به ما کمک میکنه تا بتونیم حقایقی رو از کلام خدا به دست بیاریم. در کتاب مزامیر مزمور 55 آیه 22 می‌فرماید که نصیب خود را به خداوند بسپار و تو را رزق خواهد داد، او تا به ابد نخواهد گذاشت که مرد عادل جنبش خورد. یکی از اون قسمت‌هایی که ما توی زندگی خودمون به خدا می‌بایستی که بسپاریم، قسمت وضعیت یا موقعیت اقتصادی زندگی ماست که ما می‌بایستی که اون قسمت رو هم به خدا بسپاریم، علی‌رغم اینکه خودمون میبایست که تلاش کنیم، کارهای خودمون رو انجام بدیم، برنامه داشته باشیم، در پی اون بکوشیم، ولی بایستی که این رو بدونیم که این قسمت رو هم نیز باید به خدا بسپاریم. و این میتونم بگم که دو روی یک سکه است. مسئولیت ما و پاسخگویی ما به کلام خدا، مسئولیت ما نسبت به زندگی که خدا به ما داده، نسبت به بچه هامون و خودمون، رابطه شخصیمون با خدا، و در این حال ما میتونیم مسئولیت خدا رو و تعهد و وعده های خدا رو نسبت به زندگی خودمون ببینیم. خیلی از افراد هستن که معتقدن که خب ما میشینیم یک جایی، یک گوشه‌ای، یک دیری توی خونمون روی مبل لم میدیم، این کنترل تلویزیون هم میگیریم، تون تون این کانال ها رو عوض میکنیم، میشینیم تلویزیون نگاه میکنیم و خدا هم از اون آسمون یک چیزهایی رو برای ما میفرسته، ما هم از آسمون اینجوری گدایی میکنیم و خدا میذاره کف دست ما یک چیزی رو میریم گوشه میخوریم این رو. ما میبایستی که برای قسمتهای اقتصادی زندگی خودمون هم فکر کنیم و اون قسمت ها رو به خدا بسپاریم. خداوند از ما میخواد که به او اعتماد کنیم در این رابطه و سپردن ایمان شامل موقعیت‌های اقتصادی زندگی ما هم میشه. کتاب مقدس در رساله پولس رسول به تیموتائوس که یک رساله شبانی هست، پولس رسول به شاگرد خودش نصیحت میکنه، میگه که خب این تو این کار رو باید بکنی، ولی یه نصیحت خیلی جالبی میکنه و میگه که اگه کسی برای اهل خونه خودش، برای ایمانداران و به طور خاص برای اهل خانه خودش تدبیر نکنه، بی ایمان و پستر از بی ایمانه. و این آیه اخطار میده به اون کسایی که میگن ما میشینیم به گوشه توی خونه و کاری به هیچ چیز نداریم، فکرامونم میدیم به خدا و زندگیمون تو دست خداست، خدا خودش روزی میده، هر آن کس که دندان دهد نان دهد، نمیدونم خدا روزیشو میاره، از این کلمات جالب و قصار. و میبینیم که کتاب مقدس به ما یک واقعیتی رو میگه. سلیمان میگه از مورچه یاد بگیر که چطور زندگی میکنه، تابستون که میشه میره آذوقه خودشو جمع میکنه برای زمستونش، اونی که با بخیلی میکاره، اونی که با کمی میکاره و بخیلی هم درو میکنه، اونی که زحمت نمیکشه، تدبیر نمیکنه، اون چیزی رو به دست نخواهد آورد. نکته بعدی یا آیه‌ای که میخوام خدمت شما عزیزان بخونم از کتاب رومیان فصل 6 آیه 19 هم هست
کتاب مقدس در اینجا به ما میگه که حتی پولس رسول داره در این کلام به ما یادآوری میکنه، به طور انسان به سبب ضعف جسم شما سخن میگویم، زیرا همچنان که اعضای خود را به بندگی نجاست و گناه برای گناه سپردید، همچنین الان نیز اعضای خود را به بندگی عدالت برای قدوسیت بسپارید. یعنی چی این که گفته؟ پس ببینیم که سپردن ایمان فقط شامل وضعیت اقتصادی ما نمیشه، جایی که احساس خطر میکنیم نمیشه، آی بچم، آی اقتصادم، آی پولم، حقوقم، کرای خونم، آی این چی میشه، ماشینم چی میشه، اینا نیست. اونها هم یک بخشه، ولی یک واقعیت دیگه که کلام خدا امروز الان به ما میگه در قسمت سپردن بدنهای ماست که ما باید این قسمتهای بدن خود رو مثل دستامون، مثل پاهامون، مثل زبانمون، مثل گوشهایی که داریم، مثل چشمای خودمون، اینها رو ما باید بسپریم. همونطوری که قبلن پولس میگه برای بندگی یا بردگی گناه، فساد، تباهی، اونها برای این چیزها اون رو قربانی میکردیم، میدادیم، بها میدادیم براش، وقت میگذاشتیم، چشمای خودمون رو، گوشهای خودمون رو، پاهای ما میرفت به جاهایی که نباید بره. و حالا میگه به همون شکلی که قبلن این کار رو میکردید، حالا بدنهای خودتون رو تقدیم کنید، در اختیار بگذارید برای عدالت و پاکی، برای قدوسیت. کلام خدا از ما دعوت میکنه در کتاب رومیان فصل 12 آیات 1 و 2 میخونیم که پولس التماس میکنه، استدعا میکنه، میگه خواهش میکنم از شما ای برادران عزیزم که بدنهای خودتون رو قربانی مقدس پسندیده به وی بگذرانید که عبادت معقول شماست، و همشکل این جهان مشوید. و میگه که به این شکل بدنهای خودتون رو وقف کنید. حالا بدنهای شما قبلا وقف یا سپرده شده بود به گناه و بی‌عدالتی، حالا اونها رو بگذارید برای خدا، برای قدوسیت، برای پاکی. قربانی کردن وقف کردنه. زمانی که من وقت میگذارم براش، دستهای من امروز باید کجا به کار بره، چشمای من امروز باید چه چیزهایی رو نگاه بکنه و چه چیزهایی رو نگاه نکنه، گوشهای من امروز باید چه چیزهایی رو بشنوه، امروز گوشهای من نیاز داره که صدای خدا رو بشنوه، امروز چشمای من احتیاج داره که دوردست رو نگاه کنه، به کلام خدا متمرکز بشه و حسادی رو ببینه که خدا برای من مهیا کرده تا برم اونجا زحمت بکشم و درو کنم. دروگر اجرت خودش رو میگیره. کلام خدا میگه من باید ببینم که کدوم قسمت از زندگی من هست که الان باید بسپارم و من نیاز دارم. عیسی مسیح میخواد وارد تمام قسمت‌های زندگی ما بشه. او میخواد که تمام قسمت‌های زندگی ما رو در بر بگیره. امروز من و شما کدوم یک از قسمت‌های زندگی خودمون رو به عیسی مسیح داریم؟ اون میخواد که حاکم و فرمان روای زندگی بنده و شما دوست عزیز بشه. تا بخش بعدی با ما همراه باشید. بله دوستان عزیز، در برنامه قهرمانان ایمان در خدمت شما عزیزان هستیم و حالا میخوایم در این برنامه مبحث خودمون رو همونطور که در بخش قبلی هم اشاره کردیم ادامه بدیم، در رابطه با اینکه ما چطور میتونیم بسپریم. در رابطه با سپردن ایمان داریم صحبت میکنیم. در بخش قبلی گفتیم که ما اموال خودمون رو، دارایی‌های خودمون رو میتونیم قسمت‌های اقتصادی زندگی خودمون رو به او بسپریم، و در ادامه گفتیم که ما میبایستی که بدنهای خودمون رو هم به او بسپریم به عنوان کسی که ایمان داره و
این خدا ازش میخواد که همه قسمت‌های زندگیشو به او بسپره و سپردن شامل تمام جنبه‌های زندگی ما میشه و ما میخوایم که ببینیم در این قسمت چه چیز دیگه ای هست. بدنهای خودمون، وضعیت اقتصادی زندگی خودمون رو باید به او بسپاریم و ببینیم کلام خدا در این قسمت ما رو نصیحت میکنه که دیگه چه چیزایی هست توی زندگیمون و ما میبایست که اون رو به خدا بسپاریم. از کتاب اول پتروس، رساله اول پتروس فصل 4 آیه 19 برای شما عزیزان میخونم. میفرماید که پس کسانی نیز که بر حسب اراده خدا زحمت کشند، جانهای خود را در نیکوکاری به خالق امین بسپارند. بله دوستای عزیز، این قسمت از کلام خدا در رابطه با کسانی داره صحبت میکنه که بر اساس اراده خدا، بر حسب خواست خدا دارن زحمت میکشن. این زحمت میتونه جفا باشه، زحمت کاری باشه. میگه جانهای خودشون رو به خالق امین بسپارن. ما در طول تاریخ دیدیم کسانی که برای اعلام و رسوندن پیغام عیسی مسیح به دیگر نقاط دنیا چطور اینها توی جفا، توی سختی، توی تهدید زندگی کردن. کسایی بودن که برای اینکه اعلام کنن عیسی مسیح چه خبر خوشی رو برای اونها داره، جون خودشون رو از دست دادن. در زمان امپراتوری روم یک پادشاه دیوانه‌ای بود به اسم نرون که او شهر روم رو به آتش میکشه و از اونجایی که معمار دانایی بوده خودش یک نقشه قشنگی رو برای بازسازی شهر درست میکنه قبل و شهر رو به آتش میکشه و برای اینکه خودش رو تبرئه کنه آتش کشیدن شهر روم رو به گردن مسیحیان میندازه و شروع میکنه مسیحیان رو از بین بردن. خب هم اونها رو از بین میبرده و همون که نقشه خودش رو توی شهر روم پیاده میکرده و به این شکل بوده که آقای نیرون تصمیم میگیره که بر مسیحیان جفا بکنه. در اون زمان انواع و اقسام روش های اعدام و اذیت و آزار برای مجرمین یا جنایتکاران یا کسایی که باید تحت قوانین اون دولت اون روز مجازات می‌شدند بوده، از جمله صلیب کشیدن، به چهارمیخ کشیدن، به آتش کشیدن و تنبیه‌های دیگه، موارد دیگه و اینکه اونها رو به میادینی می‌بردن که توی اون میادین اونها رو جلوی حیوانات درنده می‌انداختن. تاریخ کلیسا بیانگر این واقعیته که وقتی که مسیحیان رو به این میادین مینداختن و اون رومی‌ها و سربازان نرون یا خود نرون تماشا می‌کردن، این ایمانداران خودشون رو به خالق امین سپرده بودن و هللویا گویان وارد این میادینی می‌شدن که حیوانات درنده‌ای مثل شیر، ببر یا گرگ یا از این جور حیوانات اونها رو تیکه پاره میکردن. صحنه زیاد قشنگی نبوده ولیکن ما همین امروز توی این عصری که زندگی میکنیم زندانهای مخوفی هست توی کشورهای مختلف برای مسیحیان و غیر مسیحیان حتی که اونها رو تحت شکنجه و آزار قرار میدن، شکنجه های روحی و حتی جسمی و اونها رو به فجیع ترین وضعیتی میکشن. مسیحیان میبایستی که در این قسمت هم جانهای خودشون رو به خالق امین بسپرن. عیسی مسیح میگه که به خاطر اسم من بر شما جفا میکنن، به خاطر اسم من شما رو به کنایس میبرن، به دادگاه ها میبرن، محاکمه میکنن. این یک حقیقتی عزیزان و ما میبایست که جانهای خودمون رو به خالق امین بسپریم. یک نکته که خیلی مهم هست این که ما امروز تو این بخش باید اشاره کنیم به قهرمان ایمان خودمون. ما یادمون رفت که اسم قهرمان ایمان تو این برنامه‌مون رو بیاریم و اون خانواده موسی هستن. خانواده یا والدین موسی کسایی هستن که قهرمان ایمان در سپردن هستن توی این برنامه. اونها کسایی بودن که وقتی امپراتوری فرمان میده فرعون که همه بچه‌ها رو بزنن، اطفال عبرانی رو بزنید بکشید،
و به قابله ها حتی دستور میده وقتی بچه ها به دنیا میاد اگه فرزند ذکور بودن اونها رو از بین ببرید. پدر و مادر موسی میان چیکار میکنن؟ او رو با همراهی خواهرش، خواهر یا به عبارتی بگم خاله موسی، میان اون رو به کنار نهر ول میکنن، رهاش میکنن و میرن. با این ایمان یا با این باور او رو به دستای خدا میسپرن و رها میکنن و میبینیم که اون بچه چه اتفاقی براش میفته. به دست کیا میفته؟ به دربار فرعون میره و در اونجا بزرگ میشه. اونها والدین موسی به خدای باور داشتن، به خدای ایمان داشتن که این خدا در طول تاریخ زندگیشون حداقل به اونها نشون داده بوده که چجور خداییه. اون خدای متفاوتیه. اونها میدونن که به چه کسی ایمان آوردن. پولس رسول میگه در عهد جدید، میگه من میدانم به که ایمان آوردم. من اون تاج جلالی رو که خدا برای من اون ته مهیا کرده دارم از دور میبینم و به این شکل زندگی خودم رو به او میسپارم. پولس رسول میگه حالا من همه اون چیزایی که از پیش داشتم همه رو میذارم پشت سر و به اون جلو نگاه میکنم و به اون سمت راه میرم. این حرکتیه که کلام خدا از من و شما انتظار داره. گام های ایمان و ادامه یا تداوم ایمان ما در پیروی از عیسی مسیح نقش حیاتی رو در زندگی ما داره. ما داریم از این نمونه ها توی زندگی خودمون استفاده میکنیم تا بهره ببریم از اینها. در عبرانیان فصل 11 آیه 23 پدر و مادر موسی کسایی هستن که توی یک لیست قرار میگیرن که اینها به ایمان اینها این شخص وارد یک زندگی و یک دوره از زندگی شد که خدا در نظر داشت. اونا وقتی بچه خودشون رو ول کردن کنار نهر رفتن، ممکن بود توی نهر میمونی چه میدونم حیوانای دیگه، ماهی یا هر چیز دیگه بیاد اون بچه رو بخوره، از بین ببره، هر خطری ممکن بود پیش بیاد براش. ولی اینها سپردن به خدایی که قادره موسی رو نجات بده، خدایی که برای اونها یک نقشه کلی رو در نظر داره. امروز ما چه چیزی رو حاضریم بسپاریم؟ اول پتروس فصل 5 آیه 7 ما میگه و تمام اندیشه خود را به وی واگذارید زیرا که او برای شما فکر میکند. تمام اون چیزهایی که تو در موردش داری بهش فکر میکنی و فکر تو رو مشغول کرده یا داره آزار میده، شب خواب رو ازت گرفته، امروز خدا میخواد که تمام این اندیشه های تو رو بهش بدی، در اختیارش بگذاری، چون که اون برای تو یا بهتر بگیم به جای تو فکر میکنه. ما چنین خدایی رو داریم پیروی میکنیم. با ما در برنامه های دیگه همراه باشید، برای ما ایمیل بزنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما بفرستید. تا دیداری دیگه عزیزان، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود عزیزان.